با سلام خدمت بینندگان عزیز سایت بیتکرفت. در این آموزش در خدمت شما هستیم تا نحوه ایجاد دستکاری شهر وارونه رو با هم داشته باشیم. هدف از این آموزش ساده یاد گرفتن چند ترفند برای استفاده در عکس‌های دیوی است. همونطور که میبینید من اینجا 4 تا عکس آماده کردم که میخوام ازشون برای این آموزش استفاده کنم. اولین کار میایم این عکس اصلیمون رو یعنی شهرمون رو کراپ میکنیم و اون رو به شکل مربعی در میاریم به این شکل. بعد ما باید این شهر رو وارونه کنیم. قفل لایه رو باز میکنم، کنترل تی رو میزنم و از اینجا این رو میچرخونم. خب حالا میخوایم با استفاده از کراپ یک مقداری به بالای شهر اینجا اضافه کنیم به این شکل. این رو میکشم اینجا و تیک رو میزنم. خب این نواحی ابرها هستن، پس ابر رو میارم و اینجا میذارم. کنترل تی و ابعادش رو با نگه داشتن کلید شیفت بزرگ میکنم. اپوزیتی لایه رو کم میکنم تا اون ساختمون هایی که از روی ابرها باید پاک بشن اونها رو ببینیم. با استفاده از براش و رنگ مشکی یک لایر ماسک ایجاد میکنم و با براش مشکی این نقاط رو از ابرها حذفش میکنم. میام و هارنس 0 این نقاط رو پاک میکنم به این شکل. اپوزیتی لایه رو برمیگردونم به صد و اینجا با رنگ سفید اینجا میزنم تا اون ساختمون ها تقریبا بشه گفت که رفتن داخل این ابرها به این شکل. یعنی دارم ابرها رو روی این ساختمون ها میندازم. خب اینجا یه خورده تمیزکاری نیاز هست. براش مشکی روی لایر ماسک اینجا رو پاک میکنم. حالا این شخص رو میارم درگ اند دراپ میکنم و اینجا میذارمش. کنترل مثبت و زوم میکنم و با استفاده از ابزار کویک سلکشن تول سریع این شخص رو انتخابش میکنم. حالا این نقاط نیاز نیست. آلت رو نگه میدارم و این نقاط رو از قسمت سلکشن جدا میکنم. لایر ماسک ایجاد میکنم. حالا اطراف این شخص رو باید ترمیمش کنیم. خب براش رو برمیداریم و با رنگ سفید این قسمت ها که کم رنگ شدن اونها رو برمیگردونیم. نگاه کنید، اون نواحی سفید مرزها داره از بین میره. هر جا اشتباه شد با براش مشکی اونجا رو حذف کنید. به این شکل ادامه میدیم. این نقاط رو هم ترمیم میکنیم. همینطور اینجا با براش مشکی اینجا که زد بیرون رو حذف میکنم. این نواحی رو هم به این شکل درستش میکنم. حالا کنترل تی رو میزنم تا ابعاد این شخص رو بزرگ کنم. طول و عرض رو با هم لینک میکنم و اینجا رو افزایش میدم و این شخص رو اینجا قرار میدم. حالا بازم بزرگتر کنیم به این شکل. فکر کنم خوب باشه. اپلای میکنم. خب با براش سفید میام و این قسمت از موها که اینجا هست شده رو برش میگردونم. باید با دقت این کارها رو انجام بدیم. خب حالا نوبت میرسه به این چند تا ماشین که مثلا بخوایم، چون شهر بارونه است انگار داره میفته پایین اینجا. خب میام از این عکس استفاده میکنم و از تاکسی که اینجا هست، از این ماشین زرد رنگ یک کپی میگیرم. با کویک سلکشن تولز این رو انتخاب میکنم همونطور که دارید میبینید و با نگه داشتن کلید آلت اون جاهایی که اضافه است رو پاک میکنم به این شکل. کنترل سی و کنترل وی رو میزنم تا ناحیه کپی شده به اینجا منتقل بشه. با استفاده از پاک کن این نقاط رو من پاکش میکنم. هاردنس رو یک مقداری افزایش میدیم و اینجا رو پاکش میکنیم. اگه اشتباه شد کنترل زد رو اگه بزنید به عقب برمیگردید. حالا کنترل تی رو میزنم و این رو وارپش میکنم. یه مقداری کشیده نشون میدم شبیه این که داره میافته و ابعادش رو کوچیک میکنم و دوباره کنترل تی و از گوشه ها این رو برعکسش میکنم. با استفاده از ابزار موو این رو جابجا میکنم و اینجا قرارش میدم. یک کپی ازش میگیرم با نگه داشتن کلید آلت و کشیدم به این سمت و ابعادش رو کوچیک میکنم و جهتش رو یکم متمایز از تاکسی اولی قرار میدم به این شکل. حالا ما بیایم اینجا یه چند تا ماشین مشکی هم بذاریم علاوه بر این تاکسی ها که دارن میافتن. خب با استفاده از لاسو تولز این ماشین مشکی رو انتخاب میکنیم. اون رو میاریم لایه بالاتر و اینجا قرار میدیم و دورش رو با پاک کن تمیز میکنیم. اینجا هم میتونستیم با استفاده از لایر ماسک این نقاط رو پاکش کنیم. حالا من دارم این کار رو با پاک کن و بسیار سریع انجام میدم. اشتباه شد کنترل زد بزنید. خب به این شکل کنترل تی رو بزنید و بادش رو کوچیک کنید. کنترل اینتر و ماشین رو در اینجا قرار بدید و با نگه داشتن کلید آلت و کشیدن به این سمت یک کپی از این لایه ایجاد کنید و اینجا قرار بدید و با کنترل تی یکم اون رو بچرخونید. خب حالا مون چند تا ماشین که انگار دارن میافتن و تو عکسمون تار افتادن. خب باز هم این کار رو با ابزار لاسل تولز ایجاد می کنیم. دور این ماشین رو روی لایه‌ای که شهر هست انتخاب می کنیم و کنترل جی رو می زنیم تا یک کپی ازش ایجاد بشه. کنترل تی رو می زنیم و این ماشین رو می کشیم به این شکل. وارپ می کنیم و یکم کش و قوس به اینجا میدیم. تیک رو میزنم اینجا. بعد با استفاده از ابزار پاک کن این نقاط رو من پاکش میکنم. اینجا مثلا آسفالت اضافه کپی کردیم. خب ماشین دیگه رو انتخاب میکنیم. البته باید لایه پایین رو انتخاب کنیم. به این شکل یک کپی ازش ایجاد میکنیم و کنترل تی و وارپ رو میزنیم و ابعادش رو تغییر میدیم به این شکل. با استفاده از ابزار پاک کن این نقاط رو هم پاکش میکنیم. خب دوباره یک ماشین دیگه رو انتخاب کنیم، مثلا این ماشین. دورش رو با ابزار لاسو تولز سلکت میکنم، یک کپی ازش ایجاد میکنیم. کنترل تی و وارپ به این شکل. حالا اگه نگاه کنید این نقاط، این ماشین ها دارن انگار میافتن و تار افتادن. دوتا تاکسی رو من یکم آپستیش رو کم میکنم. همینطور این ماشین های مشکی که اینجا آوردم و گذاشتمشون. خب بسیار عالی. حالا من میام یک لایه بالای این همه این لایه ها ایجاد میکنم با فشردن کلید کنترل شیفت آلت ای و یک افکتی به عکسم میدم. از منوی ایمیج ادجاستمنت و کالر لوکاپ رو انتخاب میکنم. اینجا افکت های مختلفی هست. حالا هر کدوم رو که خودتون دوست دارید انتخاب کنید. من به طور مثال از اینجا مثلا این رو انتخاب میکنم و اوکی میکنم. میتونید آپستیش رو کم کنید به این شکل. این میشه عکس نهاییمون. خیلی خوشحالم که تا اینجای کار با ما همراه بودید. برای شرکت در کلاس‌های آنلاین عضو کانال تلگرام ما بشید و میتونید اونجا اشکالاتتون رو هم مطرح کنید و به همشون پاسخ خواهیم داد. تا آموزش‌های بعدی، خدایا رو نگهدارتون.